وقت بخیر شاگردان عزیز، امید که جور و صدمند و سرحال باشین. ما استادان هلن بازم با یک درس جدید در خدمت شما هستم، البته مضمون ریاضی صنف دوم از مکتب رویای بزرگ. شاگرده عزیز، خوش آمدین به درس 35. عنوان درس ما است جمع اعداد سه رقمی. خب شاگرده عزیز، شما قبلا هم آشنایی داشتین با جمع اعداد، پس حال ما کار میکنیم اعدادی که سه رقم باشه. هدف درس ما ای از شاگرده عزیز که شما دو عدد سه رقمی را با یک دیگر جمع کرده بتانید. قسمی که شما در تصویر میبینین، شما بتانین دو عدد سه رقمی را با هم جمع کنین. خب شاگرده عزیز، مثال ها را کار میکنیم. مثال اول، مکتب امانی یک سالن کلان برای نمایش کارهای شاگردان دارد. 247 نفر روز سه شنبه از آن دیدن کردند. 132 نفر روز چهار شنبه از آن دیدن کردند. در مجموع چند نفر از این سالن دیدن کرده اند؟ خب شاگرده عزیز، به خاطر از اینکه بفهمیم که چند نفر در مجموع از این سالون دیدن کردن، پس ما باید این دو اعدادی که بر ما داده شده را با هم جمع کنیم. اعدادهای داده شده ما است 132 و 247. خب ما میفهمیم شاگرده عزیز که اردو اعداد ما سه رقمی هستن، پس ما یاد میگیریم که چطور اعداد سه رقمی را با هم جمع کنیم. خب به خاطر جمع اعداد باید از خانه یکهای اعداد شروع کنیم. خب خانه یکهای ما از دو و هفت. دو هفت را با هم جمع میکنیم که میشن نو. خانه دههای ما را میبینیم که هستن چار و سه. وقت عدد چار و سه را جمع کنیم، ما میفهمیم که عدد ما هفت میشه. خب شاگرده عزیز، خانه دههای ما را میبینیم که کدام عدد هستن؟ عددهای چار و سه. با هم جمع میکنیم که میشه هفت. خانه صدهای ما دو و یک است که با هم جمع میکنیم میشه سه. پس وقت عدد 132 را با 247 ما جمع میکنیم، جوابش میشه 379. پس ما میفهمیم شاگرده عزیز که 379 نفر از سالن نمایشگاه دیدن کردن. شاگرده عزیز، ما خانه یک ها، ده ها و صد ها را با شکل برتان نشان دادیم. میخواییم بهتر خوب سر بفهمین. قسمی که میبینه شاگرده عزیز، در خانه یک ها همیشه یک دانه یا میباشه. در خانه ده ها ده دانه یا و در خانه صد ها هم صد دانه یا. قسمی که در شکل میبینه. پس در اینجا ما در شکل گفته میتونیم که کدام عدد را داریم. در خانه صد های ما هست دو. در خانه ده های ما هست پنج و در خانه یک های ما هست سه. پس عدد ما کدام عدد هستن؟ 253. خب بازم برسان با مثال واضح می سازم. قسمی که می بینین در شکل، در خانه یک ها دو دانه گل داریم، در خانه ده ها هم دو دانه گل داریم و در خانه صد ها یک دانه گل داریم. پس عدد داده شده برای ما کدام عدد است؟ 122. خب شاگرده عزیز، دو عدد سه رقمی داریم که باید با هم جمعش کنیم. خب عددهای ما هستن 247 و 132. این دو عدد را با هم جمع میکنیم. خب وقتی که باید جمع کنیم، باید از خانه یک ها شروع کنیم. قسمی که میبینید در خانه یک ها داریم عدد 7 و 2 که جوابش میشن 9. وقت عدد 7 و 2 را با هم جمع کنیم، کدام عدد بعد اسم میایه؟ کدام عدد به دست میایه؟ عدد 9. خب خانه ده ها را میبینیم که کدام عدد ها هستن؟ عدد 4 و 3. وقت با هم جمعش کنیم، عدد 7 به دست میایه. خانه صد ها را میبینیم شاگردای عزیز، داریم عدد 2 و 1. وقت عدد 2 و 1 را جمع کنیم، جوابش میشه 3. پس وقت عددهای 247 و 132 را با هم جمع کنیم، جوابش میشه 379. پس شاگرده عزیز، همیشه باید به خاطر داشته باشین که اولین کاری که میکنین از خانه یک ها باید جمع اعداد را شروع کنین، بعدن خانه ده ها و همه قسم خانه های بعدی را. شاگرده عزیز، بعد از اینکه خانه یک ها را جمع کردیم، دوم خانه ده ها را جمع میکنیم. بعد از خانه یک ها باید خانه ده ها را جمع کنیم که
که میبینین عدد 4 و 3 را جمع کرده که 7 شد. خب شاگرده عزیز، بعد از اینکه خانه 1 ها و 10 ها را جمع کردیم، بعد از اون ما میتونیم خانه 100 ها را با هم جمع کنیم و قسمی که میبینین خانه 100 ها را جمع کرده که 2 و 1 را جمع کرده با هم 3 شده. فعالیت اول، عملی جمع را انجام دهید. قسمی که میبینین شاگرده عزیز، دو عدد 3 رقمی داریم که عددهای ما هستن 314 و 125. هدف ما ای از شاگرده عزیز که شما بتانین خوبتر عدد 3 رقمی را با هم جمع کنین و یاد بگیرین که چطور با هم جمعش کنین. خب برتان خانه بندی کردیم، خانه های ما هستن 1 ها، 10 ها و 100 ها. قسمی که گفتیم شاگردای عزیز و برتان تشریح کردم، اولین کاری که میکنیم جمع اعداد را از خانه 1 ها شروع میکنیم. پس قسمی که میبینین عددهایی که در خانه 1 های ما داریم 4 و 5 است و جمع که میکنیم عدد به دست میاد 9 است. بعد از خانه 10 ها را میبینیم که عددهای ما هستن 1 و 2. وقتی با هم جمعش میکنیم میشه عدد 3. بعدن خانه 100 ها را میبینیم شاگردای عزیز که داریم عدد 3 و 1. وقت جمع کنیم عددهای 3 و 1 را با هم میشه 4. پس جواب که ما به دست میاریم میشه 439. جزء اول، عملی جمع را انجام دهید. خب عددهایی که بر ما داده شده از 325 و 134. از خانه 1 ها شروع میکنیم، وقت 5 و 4 را با هم جمع کنیم میشه 9. خانه 10 ها را میبینیم عدد 2 و 3 است، وقت جمع کنیم میشه 5. خانه 100 های ما عدد 3 و 1 است، وقت جمع کنیم میشه 4. پس عددی که به دست آمده از 459. جزء 2، عملی جمع را انجام دهید. خب شاگرده عزیز، بازم دو عدد 3 رقمی داده شده تا جمع کنین. پس اینجا هست خانه 1 ها، خانه 10 ها و خانه 100 ها. قسمی که میبینین عددها به خانه هایی که مربوطشان است نوشته شده، شما چه میکنین؟ اعداد را با هم جمع میکنین. عددهای داده شده هستن 422 و 515. خب شاگرده عزیز، وقت جمع کردین و جواب را به دست آوردین، در جاهای خالی بنویسین. جزء 3، عملی جمع را انجام دهید. خب شاگردای عزیز، بازم برای ما اعداد که داده شده 631 و 167 است که شما وقت بخواین جمع کنین از خانه 1 ها شروع میکنین، بعدن خانه 10 ها و بعدن خانه 100 ها. فعالیت 2، اعداد زیر را با هم جمع کنین. 170 جمع 312. خب شاگردای عزیز، به خاطر جمع کردن اعداد باید از خانه 1 ها شروع کنیم. پس خانه 1 های ما هست 0 و 2. 0 جمع 2 میشه 2. 7 جمع 1 که خانه 10 های ما است میشه 8 و خانه 100 های ما 1 جمع 3 است که میشه 4. پس جواب ما هست 482. امی قسم اعداد بعدی ما است 206 جمع 172. از خانه 1 ها شروع میکنیم، 6 جمع 2 میشه 8. خانه 10 های ما 0 جمع 7 میشه 7 و خانه 100 های ما 2 جمع 1 میشه 3. پس جواب ما هست 378. عددهای بعدی که بر ما داده شده تا جمع کنیم از 612 و 35. خب شاگردای عزیز، عددها رو با هم جمع میکنیم، از خانه 1 ها شروع میکنیم. 2 جمع 5 میشه 7. خانه 10 های ما 1 جمع 3 میشه 4 و خانه 100 های ما 6 است که در پایین کدام عدد نیست. پس ما خود 6 رو مینویسیم. پس جوابی که به دست میایه از 647. خب شاگردای عزیز، فعالیت با هم کار کردیم، میاییم جز اول را با هم کار میکنیم، اعداد زیر را با هم جمع کنیم. خب عددهای داده شده هست 129 جمع 30. عدد بعدی 412 جمع 44 و عدد بعدی 508 جمع 210. خب شاگردای عزیز، این دو عدد را با هم جمع میکنین و جوابش را مینویسین. جزء 2، خب شاگرده عزیز، بازم اعداد را با هم جمع میکنین. 771 جمع 180، 537 جمع 22 و 111 جمع 110. خب شاگرده عزیز، در جمع میفهمین که باید از خانه 1 ها شروع کنین، بعدن خانه 10 ها و بعدن خانه 100 ها. کار خانگی، ارقام زیر را با هم جمع کنین.
خب شاگرده عزیز، بازم عدد داده شده و یک کارخانگی است تا شما جوابش رو پیدا کنین. عدد های داده شده 780 جمع 220 است، 300 جمع 400. خب شما شاگرده عزیز اینا رو جمع میکنین با هم و جوابش رو مینویسین. ای بود درس جدید ما، امید که یاد گرفته باشین، بازم تمرین کنین تا بهتر و خوبتر یاد بگیرین. تا درس بعدی که بازم در خدمت شما قرار میگیرم، خداوند نگهدارتون.